بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما، بیننده برنامه کوچه ایرانیان در تلویزیون ایران فردا هستید. از ایران فردا که بگذریم و به ایران دیروز نگاه کنیم، چندین خصوصیت ایرانی طی قرنها در جامعه ما ریشه داشته. شاید بیشتر از کشورهای همجوار ما از فرهنگ شعر و ادب بیشتری برخوردار بوده ایم. امثال و حکم نیز ریشه عمیق در فرهنگ خاورمیانه ما دارد. حتی در نیم قرن اخیر نیز با برداشت های ما از جهان مترقی امروز، ما همچنان با اشاعه فرهنگ طنز در جامعه ایران فرهنگ سازی می کنیم. امروز می نشینیم پای صحبت یکی از مبلغین به نام این فرهنگ و از او جویا می شویم که به چه دلیل به خارج از کشور کوچ کرده است. با ما باشید. بینندگان گرامی، خیلی خوشحالیم که امروز در لس آنجلس به دیدار آقای پزشکزاد نائل شدیم. آقای پزشکزاد، خیلی خوش آمدید به لس آنجلس. مرسی، تشکر میکنم از لطفتون. من سالهاست که با شما صحبت میکنم در ارتباط با مسائل ایران و ایرانیان کوچ کننده، همیشه سوال داشتم، ولی یه جورهایی البته شما همیشه این رو به بعد موکول میکردید. من اصلا سیاسی نبودم تا این ماجرا پیش آمد. همیشه البته میل و کششی به طرف آزادی و دموکراسی داشتم و با تحمل میکردیم وضعی که هرچی بود، ولی به هر حال مایل هستم امروز بدونم آقای ایرج پزشکزاد که یکی از شاهکارهای ادبیات ایران رو در دوران گذشته آفریده، یعنی همون دایجان ناپلون، به چه دلیل کشور ایران رو ترک کرد؟ اصلا شما موقع انقلاب در ایران تشریف داشتید؟ بله، عرض کنم حضورتون که من وقایع رو پیش بینی میکردم، یعنی احساس میکردم که این رژیمی که برپا است به این صورت نخواهد. انقلاب به این صورت هم به ذهنم نمیرسید، ولی تغییرات رو 100% مطمئن بودم که تغییراتی پیش خواهد آمد. چه مدت قبل از 22 بهمن؟ 6 ماه؟ یک سال؟ حالا نه، خدمتتون عرض میکنم، از سال 57، از دی ماه، ببخشید 56، از اون ماجراهایی که اون نامه رشیدی مطلق اینا بله. منتها من ناامید از ملیون نبودم و بسیار فکر میکردم که این تغییر به نفع ملیون خواهد بود، برای اینکه تمام، چون قضایا رو با دقت دنبال می کردم از شاه تا خمینی، از دیماه 56 تا مرداد 57، بله، من امید داشتم که تغییر به نفع ملیون میشه. تمام گرفتاری شاه این بود که آخوند رو، از آخوند پرهیز نمی کرد، آخوند رو دشمن واقعی خودش نمی دونست. من نطقهای شاه رو از اون تاریخ، عرض می کنم، زمستان 56 تا آخر دونه دونه داشتم، اما حتی نگه داشته بودم مدت ها. وقتی نقد میکرد، انتقاد میکرد از ماجراها و سرصداها، تیز حملهش به طرف کسانی بود که با چیز چپی ها، با دموکرات ها شراب خوردن. یعنی چی؟ یعنی حزب ایران، یعنی ملیون. و وحشتی از آخوند نداشت و آقای خمینی از این طبقه چیز، از شاه نمی ترسید و از اینها می ترسید. صحیح. و
حتی من منتها میلیون واقعا وا داده بودن، نمیدونم چرا. من انتظار داشتم که سالگرد سیتیر سال 57 اینها بهترین موقعیت بود که دستگاه هم اجازه میدادن یه مقداری تظاهر وقتی اون راهپیمایی ها را اجازه میدادن، ولی کوچکترین حرکتی از طرف میلیون نشد سالگرد سیتیر. و آقای خمینی هم وحشت داشت از اینکه میلیون دست بندازن روی کار. خارجی ها هم ما روزنامه هایی رو که حتی از ساوا یعنی دستگاه امنیتی از بقیه پنهان کردن وزارت خارجه می آمد و ما می دیدیم تقریبا هر صحبت هر یعنی مفسرین خارجی از میلیون صحبت میکردن. اگه میخواستن مصاحبه کنن، سوال کنن، اظهار نظر میکردن راجب آقای سنجابی، راجب آقای صالح، راجب اینها صحبت میکردن. آقای خمینی اونقدر مطرح ردیف اول نبود. آقای خمینی هم از این بر وحشت داشت از اینها. من تردیدی ندارم که وقتی این جشن نیمه شعبان رو که به سیتیر تصادفاً افتاد، اون نیمه شعبان تولد حضرت حجت به سیتیر خورد، گفت اصلاً چیز نگیرید، جشن که هر سال میگیرید نگیرید، مبادا به نفع اونا تموم بشه. من معتقدم که تا مرداد 1357 میلیون امکان اینو داشتن که بیان روی یعنی روی مسیر این جریان نات صفحه اول بیان و آقای خمینی پایین تر، خیلی پایین تر، ولی خب وا دادم. ولی خب رسیدیم به انقلاب. و ببخشید قبل از اینکه به انقلاب برسیم، آقای بختیار چی موقعی که ایشون نخست وزیر شدن چه من بسیار بسیار خوشحال شدم. گفتم خب یک آدمی که آمده و نشسته و عکس مصدق بیشترش گذاشته و ولی وقتی این چیزا کردن، یعنی این میلیون آقای به خصوص آقای سنجابی اعلام کرد که بله ایشون اخراج شده اینا، این یه باری که آب سردی رو سرم ریخت. گفتم وقتی میلیون اینجوری به منشون تفرقه بیافته دیگه امید زیادی نیست. ولی خب بازم این آقای بازرگان اسمش بود و برام بود و یه مقداری احترام آدم براش بود، گیرم که اینم آخوند بود. حکایت عجیبی هم داری که آقای بازرگان اصلا چجوری، اگر که من یه وقتی یه چیز نوشتم تحت عنوان دماغ کلئوپاترا و ناخن طالقانی، به دلیل اینکه یعنی این یه مقدار من ناامید که این خیلی آخونده میگه که در چیز شکایت کرد در محاکمش در بعد از سال 1346 بود انقلاب سفید وقتی بعدن گرفتنش، این چند سال محاکمه زندان بود و ما بعد مدافعات شما شرکت من دیده بودم حکایت میکنه که ولی یه روزی اولا میگه چجوری شد وارد سیاست شد این آدم، چجوری شد سیاسی شد. میگه که چیز بود، ماه رمضان بود، من خسته و مرده از کار برگشتم قبل از افطار، گفتن آقای چیز حسیبی اونجاست و منتظر شماست. آمد و نشه، حالا اگه یه وقت شلوغ نشه، یا پرخیده یا حسیبی، یکی از این دوتا امکان داره اون حسیبی باشه. بله حسیبی. و با هم دیگه افطار کنیم، گفتش که در کمیسیونی که بود صحبت از این بود که مسئله به اصطلاح چی بود اسمش، چیز نفت، ریاست کمیسیون نفت رو به تو بدن. گفتم من اصلا این کاری بلد نیستم که این حرفا. بعد چون ایشون غالبا برای کارهای مهم چیز استخاره میکرد،
گفتم پس چطور استخاره کنیم؟ پا شدیم با هم دیگه رفتیم از من رفتیم به مسجد فخرالدوله. آقای طالقانی رو خواهش کردیم، گفتیم یک استخاره‌ای بکنه و ببینه که آیا من قبول بکنم این چیز یا نه، و استخاره کرد و چیز آمد. وقتی در قرآن رو کرد جنگ بدره که شکست خورد، در نتیجه من قبول کردم. چون وقتی که من نوشتم این بود که گفتم در یک کلامی هست از پاسکال که از پاسکال یه کماره میگه اگر دماغ کلئوپاترا کوتاه‌تر بود سرنوشت دنیا عوض میشد. میدونی شما دماغ بلند شیک بوده، دماغ آره کلئوپاترا بلند بوده حرفا. میگم خب دماغ این آقای ناخ چیزم ناخون آقای طالقانی هم اگه یه خود بلندتر بود به جای اینکه جنگ احد بره به جنگ بدر میرفت یا وارونه، خب ایشون اصلا وارد سیاست نمیشد، قبول نمیکرد. یه همچه آدم با وجود همه اینها امید بود و داشتیم. اما یه وقت آمد و آقا نخست وزیر شروع کردن قتل عام. درست. و این آقا رو بهش گفتن گفت تو تقصیر من نیست، من نمیدونم دستش در دست ماست. و این اصلا حیرت انگیز بود. من یک باغچه درست کرده بودم 10 کیلومتر 15 کیلومتری تهران راه کرج، دیگه شلوغ شده بود اصلا حوصله نکرده بودم سری بزنم به این باغچه. یه روز که رفتم اونجا دیدم که جمعیت جور یه عده تفنگدار رو بعد از انقلاب بعد از بره. یعنی ماه فروردین اوایل یعنی شاید فروردین بود، داره یه ماه از انقلاب گذشته بود، جمعیت شروع اونجا وایسادن و بعضی تفنگدار هستن شخصی تفنگ دستشون و جیپ و اینا. گفتم چی شده؟ گفتن که یک کسی از این صاحب باغ اینجا باغچه هایی درست بره. کرده بودن دهاتی ها ریختن به درخت خونش دارش زدن، گفتن ساواکیه شما الان ساواکی باشه. بعد من یه موقعی اون وزیر دادگستری آقای چیز زهرتون شهر مالو یادم رفته به اون چیز کردم مراجعه کردم گفتم آقا این چجوری کیه بنان این حرف آخه شما هنوز ماهیت رژیم رو حس نکردم. آره گفتم آقا این چجوریه این حالا اینجا زندان که دارن گرگر میکشن، آخه یه آدمی در 15 کیلومتری تهران ببرن دارش بزنن، آخه رفتین رسیده والا ما اینا زورمون نمیرسه، ما تو خود تهران اعدام میکنن ما زورمون رو چه برسه 15 کیلومتری. خب اینا بود. بعد یه موقعی باز یه شوک عجیبی که من وارد شد، من قاضی بودم میدونید پنج بله میدونم سال ماه اردیبهشت 58 اولین بار یه چیزی به مثل یک کد قانونی منتشر شد، مسبب شورای انقلاب. چی؟ این طرف تمام جرائم از شروع چیز کرده بودن ذکر کرده بودن، از قتل و عرشبت کلاوردادی و بلان میرفت تا ایراد ضرب و جر و بلان بره. این طرف هم تمام چیزا مجازاتا در مقابل هیچ ولو نبود این کدوم مال کدومه، نه دیگه میتونه خودش شما انتخاب کنه بره. یعنی بزرگترین برد بشر، یکی از بزرگترین اصولی که در اون دانشمندان دنیا بعد از چیز رسیدن بشین که هیچ مجازاتی بدون متن قانون یعنی متن نوشته قانونی اجرا نمیشه، یعنی هر چیزی این مهمترین اصل حقوق جزاست. خب اینا در که در مقابل هر جرمی دقیقا معلوم میشه. ولی آقا از این مر تا اون مر از اعدام تا نمیدونم حبس تعدیبی رو داشت، اون برم تمام چیزا هر چود از کلاهبرداری تا خانم نمیدونم شما جنایت بود. اصلا این یه شما دنبال منطق بودید و اصول کردم از اینجا بله. خب گفتم یه فکر یه جوری میشه، نه اینجوری که ادامه بده نمیکنه. بعد که قانون اساسی رو شروع کردن چیز کردن
چاپ کردن که اظهار نظر بکنن و آخر سرش هم در اومد بله. ولایت بله. فقیه بله. حالا من گفتم بازم فکر میگردم آقا چجوری چی ممکنه اینا زیر بار برن، این همه آدمایی که خودشونو وارث مشروطیت میدونن، مشروطیت اصلا درست. آمد آخوند و مجادل یعنی قوانین فقه و ریخ بیرون بله. آقا چجوری چی ممکنه ولایت فقیه میخوان بزنن؟ بعد دیدم نه خیر، اول از همه آقای سنجابی بله. تشریف بردن رأی دادن بله. آقای حزب ایران یک اعلامیه داد که ما در این رأی گیری آبان ماه بودی بله. آبان ماه بنجاوان بله. شرکت نمی کنیم و بله. اینکه قبول بله. نداریم. اون آقای حسیبی یک آگهی داد در روزنامه اطلاعات کیهان چاپ شد که من اینم داشتم نمونه شد بله. که من از مردم ایران این عاشقانش قشنگه عاشقانه تقاضا میکنم برن رأی بدن که به این دام بیفتن برن رأی بدن رأی با که به این دام بیفتن بله برن به برای تقیی رأی بدن شما فکر کنید بله. این از این آقای صالح لقبه گرفته بود یعنی نمیتونه دو نفر زیر باز بله. یعنی من تو تلویزیون دیدم بله. زیر بازواشو گرفتن بله. آوردنش پای صندوق به ولایت فقیه رأی داد. خدایا پس این چی شد یعنی من دیگه توی چیز بودم تقاضای بازنشسته یعنی من برای ما حکم داده بودن که شما فعلا منتظر خدمتید و با حقوق مثلا نیست از طرف همون وزارت امور خارجه بله. من تقاضای بازنشستگی کردم که من دیگه ولی توی فکر چیز نبودم جا به جا شدن و مهاجرت تو فکر بودم بازنشسته بشم برم یه خاکی به سر یه گوشه میشینم یه چیزی رو که چیزی می نویسم بند که ریختن و سفارت امریکا رو گرفتن و بازرگان نیستن گفتم تموم شد ندی آخون حاکم شد آخون دیگه هزار سال دنبال این بود که سوار کار بشود خودش تنها حکومت بکنه شد. من دیگه اینجا چیز شده بودم در این حیث و بیس یه سفرم برای این که پسرم از سوئیس بیارم به فرانسه آمده بودم به اروپا پاریس در روز شبی که فرداش میخواستم برگردم پسرم رو گذاشتم اونجا میخواستم برگردم رفتم دیدن یکی از دوستان در خیابون شانزلیزه خانش بود و تو حول خونه دیدم دکتر شاپور وقتی ها شاپور وقتی ها چند روزی بود که آمده بود چیز شده بود خودشو بروز داده بود و مصاحبه کرده بود من هیچ نمیشناختمش فقط دیده بودمش نگفتم آقای شاپور وقتی ها دیگه وایساد و با من صحبت کرد و گفتم که گفت من شما رو اون از من از اسم میشناخت هیچ منو ندیده بود گفتش که شما فردا میتونم شما رو ببینم گفتم متاسفانه من فردا باید برم من گرفتارم و اگر برگشتم چون برای پسرم بالاخره باید جاوکانش رو قطعی معین نکردم و بتونم هیچ آمدیم و بعد اینه که آمدم دوستان بختیار اون وقت منو خیلی احاطه کردن از جمله آقای خادم بله آقای خادم پدر این خادمی که وزیر بختیار شد درویشی بود و ارشاد اون خیلی خیلی آدم صمیمی بود به افکار ملی بله اون خیلی چیز کرد که آقا بختیار الان به یه آدمی مثل تو احتیاج داره اگه تو بخوای بتونی بری من پامم شکسته بود برای معالجه هم پیشنهاد کرده بودن که برم معالجه چون کاسه زانو دکلسیفیه شده بود گفت آقا من ما گواهی درست میکنیم که تو بتونی ارزی هم به قیمت چیز بخری و بری دیگه من آمدم مطالعه کنم ببینم که چجوری بعد همون موقع بختیار این چیز رو
اون ترور چیز رو انجام دادن. بله. من بله. هنوز با بختیار دیدار کردم ولی بله. دیگه همکاری و اینا رو نداشت. تا همون موقع اتفاقا این چیز نهضت مقاومت ملی بله. رو کرد و من میخوام بینم شما از تهران چگونه خواستید خارج بشید، از راه کوه برگشتید یا هر شود که نه من رفتم به وزارت خارجه گفتم آقا من دیگه تقاضای بازنشستگی کردم میخوام فرزندم شدم. اجازه دادم با. اجازه دادن و من روزی که خب جامعه هفتم فرودگاه و جامعه دونم هم فرستادم به اتریش، اون اتریش هم میخواستم این دکتر پاره ببینم استخون رو ببینم. هر شبت که جامعه دون رفت و من آمدم برم سوارشم، یه از این جوان نکام بود که سر کچلی هم داشت، از اونجا یادم آمده سر کچلیش، سر کچلی داد و حالا پاسپورت منم دستش بود و اسم منم شنیده بود یا چیزی خونده بود اینا، که آقای فرقا خنده و شوخی شما که ممنوع الخروج این کجا ما قایم بریم؟ من کجا ممنوع الخروجم؟ لیستش رو نگاه یو نقش ممنوع الخروج حالا چی کار باید بکنم؟ هیچ چاره نداره باید برین دیگه. گفتم جامدان هم رفته گفت رفته باش. اومدم بیرون رو گفتم اولین کاری که باید بکنم من برم به یه فکری آقا جامدان هم از من میره دیگه اونجا در اتریش همه زندگی ما کاغذ ها ما همه هم اونجا بود را فام هم چلاق بود با چیز با چوب پا را میرفتم را افتادم برم تلگراف هیچ فسیله دیگه هم نداشتم برم تلگراف خونه میدون توب خونه اونجا هم یک مزیده بر علت یه چیزی دیدم که تایید کرد که آقا خوب کاری میکنی میدی برای اینکه دیدم یک تظاهرات عجیبی در حدود مثلا شاید 150 نه شاید کمتر از 200 خانوم روسری چیز چادر سر به صف دارن تظاهرات میکنن و خیابون فردوسی رو به طرف چیز در عکس چیز از توپخانه به طرف بل. بالا بعد یه چیزی هم میگفتن اعدام باید گردن ای خدایا چیه باید اعدام کردن؟ نمیفهمیدم یه چیزی میگفتن میگفتم خدایا چیه میخوان اعدام کنن امروز باز شلوغ تر نشه بران. خیلی رفتم جلو یکی از این مردایی که برای اونم کنار داشت هدایتشون میکرد گفتم آقا چیه که باید اعدام کردن؟ معلوم شد کورت والدهایم دبیر کل سازمان اومده و اینا نمیتونن بگن کورت و میگن که تو با ما بی وطن شغلش هم چیزش صفتش هم بی وطن که بی وطن اعدام باید کرد. گفتم خدایا دیگه خوب دارن خوب شد که دارم اگه بتونم برم. بعد هیچ رفتیم اونجا تلگراف زدیم. حالا بعد برای حل و فصل قضیه ممنوع الخروجی ممنوع الخروجی رفتم به نخست وزیری. نخست وزیری جوانایی بودن منم خب قیافم یه خودی حالا فوکل نزده بودم شاید هم زده بودم نمیدونم تاقوتی به نظر قیافه تاقوتی بودی آره بله. اون برو بالا آقا ما رفتیم بالا یه آدم جوان کمتر از 30 سالی هم پشت میز گندهی ما کردیم صاحب بود. شده بودن بله. آره نشسته بود سرش هم بلند نکرد پرونده منو فرستادن یعنی پرونده خواسته بود فرستادن بالا نجام بلند نکرد منم چوپا و اینا هیچ تعارف این که بشین و اینا هم نکرده نکرد بالاخره سرش بلند کرد واسه چی میخوای بری اتریش اولش قصد اتریش بود دیگه واسه چی میخوای اتریش با همین لحن گفتم آقا پا چیز شده پای من این کاسه زانو رو نزدیک بود در آرن گفت من اینجا دکتر نیست گفتم همه دکترهایی که رفتم چند تا دکتر رفتم و این رئیس نظام پزشکی تایید کرده که اینجا قابل معالجه نیست باید چی فران هر چه تونستم رفتم گفتش که مسلمانی؟
یا من یه خبط عمده‌ای که کردم همیشه وکلای دادگستری به مشتریای ما که وقتی من قاضی بودم میگم به اینا سفارش میکردم میدیدم که سفارش اوناست که یک کلمه بیشتر از اون که ازت میپرسن نگونی و گیر میندازی خودت. درست. من خریت تا گفت مسلمونی به جای اینکه بگم بله گفتم بله شیعه خواستم شیعه جعفری اثنا عشری خواستین چربش کنی. آره شیعه جعفری اثنا عشری نگاهی کرد و شیعه چطور نرفتی تشفی بخوای از حضرت سامن الائمه؟ شیعه جعفری اثنا عشری چرا نرفتی این چیز کنی؟ و من بزرگترین خبط زندگی این کنم که همون لحظه فرشمونم گفتم یا علی من از بین رفت سفر زندانم ازم دیگه عصبانی هم بودم من اجازه سر پا نگذاش رو گفتم والا رفتم فرمودن این کار پروفسور بولر اتریشیه. آقا این یک باره یک مشتی کوید رو می مسخرم میکنی نرم پران دیگه حالا یا افتادیم کار خراب حالا خدا شده مسخره نکردم. من میگم رفتم اونجا منظورم اینی که از آقایون علما صد پا گرفتم یه چرت و پرت هایی گفتیم بالاخره انگار دلش سوخت و هر شبت چیز کرد و دیگه اجازه خروج دادن و دنزه میخواستن از شهر شما خلاص بشن. یعنی امروز مشخصه که آره خلاصه بعد اجازه دادن و هیچی دیگه به آمدم و بازم تو بر تردید بودم آخه چه کنم. اما آنچنان کثافت بوش تا دنیا رو گرفته بود و خب پسرم هم فرانسه بود باید سر یه سرپرستی میکردم اونم خیلی جوان بود دیگه 18 ساله بعد دیگه و بختیارم اصرار فراوان و دیگه همکاری داشت دیگه به ایران باز نگشتید شما؟ نه دیگه او بعد اینقدرم شلوغ کردم که بله برسم اونجا دیگه حساب میرسم. حالا ببینید آقای ایرج بزرگ شما آفریننده یکی از شاهکارهای بسیار با اهمیت ادبیات ایران در طی قرن اخیر هستید. بفرمایید اگر در ایران مانده بودید به جای دایجان ناپلئون فکر میکنید یک داستانی رو در راستای حکومت کنونی خلق میکردید؟ اگر میکردید چه نوع داستانی بوده؟ احتمالا نمیدونم پیش بینی نمیشه یا من به شما ببینید عرض کنم آدمی که یه کسی هستش قصه های عشقی یا قصه های چجوری عرض کنم عاشقانه نه حالا یه نوع قصه هاییست که بعضی میبینید مثلا من از اون نوع تقریبا ننوشتم من هرچی نوشتم یه چیزایی دوربرم و اونی که روزمره دیدم آدم ها یعنی خب به قول فرانسوی این کرونیک روزه و اتفاقاتی که میفته. سوال منم همینه کرونیک روز در دوران گذشته رو شما تونستید خلق کنید. همین اینه من به چیز آقا بزرگ علوی فارسی صحبت میکردیم گوشش که تفلک اونم گرفتاریه من گرفتاری رو داشت گفت آقا بایی به من میگن که چرا چطور ننوشتی چیزی خود توی که اون کتاب اونجوری نوشته چشمهایش من زندگی یعنی من تمام الهامم از اون آمبیانس اون مملکت اونجا بود اصف اصف میرفتم میشستم کافه این یه چیزی میگفت اون یه چیزی میگفت با بقالیش هر چاکتو نمیزدم اینا بود چه منم مایه چیزم قلمم اگر بودم میگم احتمالا ولی نمیتونم خواهد جا مسلمن حالا کار خیلی زیادتر میکردم یعنی کار زیاد میکردم منطقه شاید اگر سیاسی نمیشد مثلا تاریخی بود چون من یه مقدار نه چون کرکترهای کومیک در طی این 35 سال خیلی زیاد داریم
کاراکترهایی که کاملا متفاوت با گذشته، همونطور که خودتون شرح دادید قابل پیش بینی نبود. کسانی که حاکم شدن، دستور عملهایی که میدن، کارهایی که انجام میدن، کمتر از دایجان ناپلئون نیست. خیلی من مسلمن، بله مسلمن، عرض میکنم. و شاید میگم من احتمالا مونده بودم، مسلمن خیلی کار، خیلی چیز نوشته بودم، حالا چه در چه حدی و در چه سطحی باشه نمیدونم. مثلا آقای سایدی تونست در ارتباط با تئاتر پس از انقلاب، اوتلو در سرزمین عجایب، نمودار فرهنگ امروز پس از انقلاب ایران. بله ولی خب اونم دیدید که چیز اونچنان که باید تو دلهای همه نمیشه. بله بله درسته درسته. خب این فاصله، این گپی که افتاده بین ما، گپی که به وجود اومده تو در ایران مینوشه، همون گپی که اتفاق افتاده بین ما ایرانیان خارج نشین و داخل کشور، یکی از عواملش همینه که بله. شما نمیتونی راجع به داخل کشور الان زیاد قلم فرسایی کنی. درسته نه. درست بله. درست نه میگم من اگر ایران بودم، اونی که مطمئنه خیلی چیزا نوشته بودم، ولی حالا چه سطحی چی در چه زمینه اینه. خیلی خوشحالم که شما وقت رو من دادید و من تونستم در ارتباط با مسائل انقلاب و مهاجرت شما مهاجرت بله سوالی که چندین سال همیشه در پاریس خب بله ولی این همه حرفای زدم شما چجوری مونتاژش باید بکنید؟ نه خیلی مونتاژ احتیاج نداره. آره. خودش بیان میکنه. آره. تمام اوضاع رو و بله. و موقعیت آقای ایرج پزشکزاد رو که پس از واقعه 35 سال پیش مثل خیلی از ما به کجا انجامید. بله. بله. اینو پخش میکنید این حرفا رو؟ بله مسلمه پخش. آرزو دارم، آرزومندم واقعا که قبل از پایان یک سری به مملکتم بزنم و شهرم رو بزنم و در رادیوی رادیو فردا اون چند سال پیش با من مصاحبه میکرد، گفت آدرستون چیه؟ گفتم بله آدرسم همچنان خیابان هدایت روبروی لباس شویه طریقت نزدیک منزل هدایت هم بودید. آره نیه هر چود که و این آدرس های اینجا همچنان موقته برای من. بره. با اینکه دیگه 35 سال هم هست. درسته درست. آره. من آرزو میکنم آقای پزشکزاد که اون روز پیش بیاد برای همه انشالله. نه این ببینید من یه حرفی تردید ندارم، من اینا نمیشه آقا، مگه میشه در قرن 21 آخوند بیاد در مملکت حکم؟ دقیقاً نه 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 نمیشه. نه نه نظامی بیاد بزنه چی، نه آخوند بیاد بزنه چی، اینا شروع کردن. میگم برای موندن به هر دری زدن. شما فکر کنید آخه آدمی رو که میگیره زندانش میکنه 5 سال 10 سال بعد 20 سال حق نداره جعفر پناهی فیلم درست کنه. این اصلا زنده است برای اینکه فیلم درست کنه. خب در ضمن یه چهره واقعی از اسلام حاکم رو به ما داره نشون میده. اینو قبول کنید. نه میگم ولی این نمیتونه دوام پیدا کنه همچیزی. نمیتونه و اینا اصلا و این همین فرمان آقای چیزی که من صحبتی کردم، این از ترس از وحشتشونه. میگه سر صدای خارج از کشورم خفه کنی. بله همینطوره. میگه خارج از برای اینکه این از تلویزیونای خارج نمیترسیدن اول. دقیقا. اول من دقیقاً یادم هر وقت صحبت تلویزیونای خارج یعنی شوخی واردی چیزشون بود. بله آقا از اظهار نظرهای تلویزیونای خارجی هر میخندیدن. نه. حالا میترسن. بله نه نه حالا واقعا. برای اینکه 4 آدم حسابی و 4 آدم حرفه‌ای نشستن و واقعیت ها رو رو میکنن دقیقا. و دستگاه های چیز هم طوریست که یعنی ترقیات دستگاه های فنی هم طوری شده که جلوشو نمیتونن هر چیز من با شما هم عقیدم، یک چنین حکومتی نمیتونه نمیتونه بمونه مگر 1 سال 2 سال 5 سال همین. اونم باز با زور و کشتار ولی کشتار. سابقه بدی هم از خودشون به جا خواهن گذاشت. اون که هست سابقه گذاشتن تا حالا آقا برای ابدیت آدم میکشن واسه اینکه به شما بگم که با داعش هیچ فرقی نداره. آخه با عصر صدر اسلام هم همین متاج نفته دستشو اینا حالا زمان محدودی داره. بله. مطمئن
به هر حال من سپاسگزاریم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که اینجا تونستیم. خواهش میکنم. با امید دیدار بعدی. ما رو به حرف کشیدین. در پاریس. با امید دیدار بعدی در پاریس. من دیگه پاریس چیزه. میام خدمتتون بریم کافه بشیم. سر بله میخواستین منو به حرف بکشید. نشد. ولی خب بشینیم کافه اونجا با هم میخوریم. ان شاء الله. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.